اخبار از پناهجویان افغانستان مقیم بریتانیا در اینجا آمدند تا اعتراض خود را در برابر دولت نروژ به خاطر دعوت نماینده های طالبا بر یک نشست سه روزه در اسلو بیان کنند. در واقع اینا میگن که دعوت نماینده های طالبا در همچون نشست های میتونه به معنی تلویحا رسمیت شناختن طالبا باشه، در حالی که اینا اعتراض دارن، میگن که عملکرد طالبا مطابق به ارزش های حقوق بشری در افغانستان نیست. و دلیل تظاهرات دعوت حکومت نروژ از طالبان به یک دور میز مدور جمع شدن به ارتباط اوضاع افغانستان است، و دلیلی که مردم در این ناراحت هستند و ناراضی هستند از این که یک دولتی که هنوز به رسمیت شناخته نشده چطور او میتونه که رسمی در یک جای دعوت شود و به نماینده یک سرزمینی که مردم از اونا قطعا از رژیم راضی نیست به نماینده از اونا بیاین از افغانستان صحبت کنن. اینا اگر میخواستن که صلح کنند در این سال باید دیگر اقوام افغانستان 28 میلیارد داره، تنها طالبا یگانه قوم یا یگانه رژیم یا ملیت نیستن. 27 میلیارد دیگه از کجا است؟ کجا است او خانمایی که واقعا فعال مدنی بودن؟ از دولت نروژ که دولت طالبان را به رسمیت نشناسد، چون اینا گروه تروریستی هستند و به حقوق بشری، حقوق زنها، اطفال، جوانان افغانستان اصلا احترام نمیگذارند. ما به خاطر میخواهیم که اینجا صدای خود را به دولت نروژ برسانیم که لطفاً دولت طالبان را به رسمیت نشناسید. دولت اینا دنیا باید بفهمه که دولت اینا چه یک دولت خواهد باشه. داخل افغانستان اینا به حساب جرم جرایمی که انجام دادن تمامش به حساب بر علیه انسانیت است، بر علیه به حساب بشریت اینا جرایم بسیار سنگین انجام دادن و اینا نباید به حساب نماینده های افغانستان خارج از کشور آمده بستر از این صحبت شود. باید اینا رد شوند، اینا نباید به حساب یک پلتفرم برشان داده شود تا ایکنو بیان به حساب صحبت داشته باشند با تمام کشورهای خارج.